پر صلابت خودش تونست ایران رو به عنوان یک کشور نوین در بیاره، بنیانگذار ایران نوین بشه. چرا نمیخواهید نقش پدر بزرگ خودتون رو در این زمان ایفا کنید؟ به نظر من یه سری انتظارات و توقعات رویایی که همین الانمون یک جوری با یک نوستالژی که خب البته میخوان یه بهایی بدن به آن کاری که در اون زمان شده، یک فکر عبثی است که قابل اجرا نیست در آینده. 90 سال پیش وضعیت مملکت ما یه حالت کاملا متفاوتی داشت. صرف نظر از اینکه پدر بزرگ من در ایالت مریلند امریکا زندگی نمیکرد، در کشور خودمون بود، زیر دستش هم یه تعداد آدم از افسر ارتشی گرفته تا مسئولین کشوری داشت و دسترسی به یک درآمد مملکتی برای اجرای یک کار از نظر حکومتی که تازه در اون شرایط میگم قابل مقایسه و قیاس با شرایط امروزی مملکت و انتظارات امروزی جامعه ایران که از نظر سیاسی بسیار پخته تر به نظر من هستن نیستش. ولی یه چیزی بهتون بگم، ما بایستی در آینده برسیم به یک وضعیتی که فردگرایی و بت‌سازی رو جایگزین بکنیم با محوریت دادن به در واقع سیستم گرایی و ایجاد یک سیستم که درش افراد و رهبر به خصوص تک رهبری مهم نیست. خیلی خنده داره از یک طرفی دوستان میپرسن که چطور ما فردا به دیکتاتوری دیگه نرسیم، ولی همین توقع و انتظار شروع ایجاد یک بت‌سازی است که مقدار رفع تکلیف و مسئولیت خودشونه و باز انداختن به گردن یک فرد که باعث همه کاره باشه و تصمیم گیر نهایی. بالاخره کدومشه دوستان؟ یا میخواین دیکتاتوری دیگه پیش نیاد، پس فردگرایی و فردپرستی و بت‌سازی رو بذارید کنار. این یک فکر تخیلی است که قابل اجرا نیست. فکر نکنید که فردا که رضا پهلویش پاش به تهران برسه برمیگردیم به دوران طلایی 8 سال قبل از انقلاب. خیر، این یک فکر عبثی است. هزار یک جور مملکت مشکل داره در آینده و کارشناسان مختلف، مدیران مختلف باید بیان و این کار انجام بدن. هر کسی یک وظیفه و یک نقشی داره. من بهتون بگم و بهتون گفتم که در جایی میتونم بیشترین کمک رو بکنم که اونجایی که میدونم جوامع پیشرفته جهان چه لوازمی رو فراتر از ساختارهای حکومتی و دولتی، یعنی جامعه مدنی و انواع اقسام وسایلی که انحراف از دموکراسی را مشکل میکنن به حاکمین و دولت ها و حکومت ها، در اون زمینه بتونم به مملکت کمک بکنم. دغدغه من این نیست که بشینم تو کاخ نیاوران یه عده وزرا بشینن سیاست روز مملکت رو بخوام انتخاب بکنم. نه، این دغدغه‌اش رو دارم. به اندازه کافی هم مدیر تو کشور داریم که مسئولیت حکومتی رو به دست بگیرن. خیر، من فکر کنم جای دیگری میتونم ارزش بیشتری رو فراهم بکنم برای مملکت. الانم بهتون میگم موقعی این نیست که بخوایم سر نقش من دعوا بکنیم. مسئله حکومتی است که باهاش سر و کار داریم و بخوایم ببینیم که فردا چه میخوایم بکنیم و هیچ راه اندازه‌گیری خاص واقعی مردم تا زمانی که صندوق رأی نباشه و انتخابات آزاد برگزار نشه و مطبوعات آزاد نباشه که نشه حتی در واقع افکار عمومی رو سنجید، نمیشه روی این حرفا زیادی تاکید کرد. هر کسی روایت خودش رو داره، یه دیگه روایت ایدال خودش رو در من میبینن، یه دیگه روایت کاملا معکوسش و اینا همش حرفه، هیچ قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین مثلا وارد این بحثا نمیخوام بشم. اگر من مسئولیت رو قبول نمی‌کردم، ببخشید آقای فرهودی 38 سال جوونیمو تو این راه خرج نمی‌کردم که امروز با این موهای سفید نشسته باشم با شما صحبت بکنم. من 38 سال مبارزه کردم. من 38 سال سعی کردم اولویت‌ها رو مشخص بکنم. من 38 سال سعی کردم به اپوزیسیون دیروز بگم که خب دیروز دیروز بود، امروز چه می‌خواید بکنید؟ جواب جوانای امروز که میگویند ما کوچکترین مسئولیتی در این وضعیت که شما پدران ما به سر ما آوردین 40 سال پیش نداشتیم، می‌خوایم آینده خودمون رو به دست خودمون رقم بزنیم. بیان جواب مردم ایران رو بدید. من هم دارم به سهم خودم جواب مردم ایران رو به خصوص نسل امروز رو می‌دهم. بنابراین این مسئله یک مسئله است، میگم نمیتونه فقط به گردن یک نفر باشه. من تا اونجا که میدونم وظیفه خودم رو انجام دادم و خواهم داد و از نقش خودم و انتظاری که از خود دارم کاملا آگاه هستم و تا اونجا که میتونم این کار رو خواهم کرد. ولی غیر ممکن هست، غیر ممکن هست قدم به عقب بگذارم. اگر قدمی میگذارم به جلو خواهد بود و یک فردایی که هیچ الزامی نداره تکراری از گذشته باشه. گذشته هرچی بوده وارد تاریخ شده و بله یک دوران بسیار جالبی داشتیم. یه مقدار نمک‌نشناسی و ندانی باعث شد که آقای خمینی بیاد و وعده های برق مجانی و آب مجانی بده که امروز این حکومت داره میگه خب بله باز به انتفاع مردم واگذار کرد. خیلی خب، به کجا میخوایم بریم دوستان؟ کدوم آینده ای رو میخوایم ترسیم بکنیم؟ کجا میتونیم مسئولیت بپذیریم؟ کجا باید وظیفه شهروندی خودمون رو انجام بدیم؟ کجا باید بیایم و حافظ حکومت قانون باشیم؟ نه اینکه بشینیم عقب بگیم یه رهبری باید بیفته جلو و این چنان بکنه و فلان بکنه و چکمه به پاش بکنه و اله بکنه و... نه، این راهش نیست و نخواهد بود. دست کم اگر یه دفعه فکر بکنم راهش اینه، بله جوابم این هستش که من کاندید این نقش نخواهم بود. فکر دیگری بکنید.